بوی علف و بوی چمن می آید، از مصر نسیم پیرهن می آید. از چهار طرف دریچه ها بگشایید، امشب چقدر بوی وطن می آید. درود و سلام فراوان به همه هموطنان و همکاران ما. ما یعنی شما کسانی که امشب اینجا گرد آمدین، دو تا وجه مشترک داریم. یکی هموطن هستیم و یکی هم همکار. همه ما در یک خانواده تعلق داشتیم که او خانواده کاری ما بود: رادیو، تلویزیون، افغان فیلم. نویسنده، شاعر، تکنیکر، مهندس، انجینیر و همه کسای دیگر. متاسفانه حادثه اتفاق افتاد که باید ما در کشورهای بیگانه آواره شویم. به قول سعدی، وقتی افتاد فتنه در شام، هر یک از گوشه فرا رفتند و ما هم هر یک از گوشه فرا رفتیم. به گواهی وزارت مهاجران افغانستان، 7 میلیون انسان از سرزمین ما به کشورهای بیگانه مهاجر شدند، غیر از مهاجرین داخلی. ما در 81 کشور جهان به اساس گزارش سازمان ملل آواره شدیم، در حالی که در کشور ما، در تاریخ ما، مهاجرت اصلا معنای نداشت. هیچ وقت کسی از جای به جای دیگر نمی رفت. ما با فقر می ساختیم، کشور فقیری بودیم، اما این کشور فقیر هیچ وقت مهاجرت نمی کرد. مهاجرات جمعی ما نداشتیم، فقط بعضی اوقات نخبگان ما از کشور به کشور دیگر می رفتند. مثلا ابن سینای بلخی کشورها و شهرهای مختلف را می گشت. او در بلخ تولد شد ولی در همدان به خاک سپرده شد. مولانای بلخی در بلخ تولد شد ولی در قونیه به خاک سپرده شد. ناصر خسرو سالها مهاجرت را تجربه کرد و بالاخره در یمگان بدخشان به خاک سپرده شد. تنها سرنوشت فرهنگیان و فرهیختگان ما بوده که اینها کوشش میکردند که تجربه کشورهای دیگر در بیابند، اما مهاجرت در کشور ما، مهاجرت جمعی، هیچ وقت وجود نداشته، مگر اینکه فتنه افتاد و ما مجبور شدیم که به اساس این فتنه کشور ترک بکنیم. وقتی افتاد فتنه در شام، هر یک از گوشه فرا رفتند. اما باید سردمداران کشورهای مختلف از جمله کشور آلمان بدانند که اکثریت قریب اتفاق مردمی که این کشور انتخاب کردند یا کشورهای مختلف دیگر در آن سوی بحرها رفتند، هیچ وقت از فقر نبوده. ما ملت فقیری بودیم، اما هیچ وقت به خاطر فقر ما مهاجرت نکردیم. برای ما مفهوم وطن بسیار بسیار زیاد مهم بوده. حب الوطن من الایمان بوده. ما به خاطر چی آمدیم به کشورهای دیگر پناهنده شدیم؟ به خاطر ای که از بد حادثه آمدیم، از بد حادثه اینجا به پناه آوردیم، به پناه آمدیم. به هر حال وطن مفهوم بسیار مقدس است.
ما متاسفانه فکر میکنیم که وطن عبارت از یک جغرافیای خاصی که از طرف شمال در کجا هست و از طرف جنوب در کجا، چنین نیست. وطن عبارت است از مجموعی رابطه های ما با انسان ها. وطن عبارت است از خاطرات ما با انسان ها دیگر. وقتی که مولانا میگه این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن جایی است که آن را نام نیست. وطن جایی است که آن را نام نیست. از نظر روانشناسی وطن جایی است که روابط ما را با انسان ها دیگر میپیونده. من یادم میاد که بعد از 14 سال دوری به کابل رفتم. از میدان هوایی میخواستن مرا به هتل کانتیننتال ببرن. من گفتم مرا با رادیو ببرن، باید رادیو رو ببینم. رفتم به رادیو، رادیو همون رادیو بود، هیچ تغییری نکرده بود، ولی آدم های رادیو همون آدم ها نبودن. رئیس رادیو کسی بود که روزگار با من همکاری داشت. در اتاق از او نشستم ششتم و گفتم نام آدم ها را گرفتم، گفتم این آدم در کجا هست؟ گفت او کشته شده. آدم دیگه گفت او مرده. آدم دیگه گفت او فرار کرده. هیچ کس نبود. نام آدم هایی که او میفهمید که من میشناسم خواست و چند نفر آمدن. از این جمله دلم میخواست که صدیق آرشیف ببینم. صدیق آرشیف مردی که آرشیف مار از گیر جناوران طالب نجات داده بود. صدیق آرشیف بغل گرفتم، بوسیدم، گفتم تو از همه روشن فکران وطن ما، از همه نخبه های وطن ما، تو مقدس تر هستی. برای از این که نموندی که فرهنگ ما در چنگ کسان دیگر بیفتد. یعنی ثابت شد به ما که وطن جغرافیا نیست. وطن مجموعی روابطی است که ما با دیگران داریم. وطن خاطرات ماست. وطن مادر ما، پدر ما، دوستان ما، معشوق ما، عاشق ما، وابستگان ما، اینها هستند که وطن ما رو میسازن. وطن یک جغرافیای خاص نیست. از این جهت نسلی که متاسفانه در اروپا کلان شده، نسلی که در امریکا بالیده، نسلی که در ژاپن و استرالیا و نیوزیلند بالیده، او وطن خود نمیشناسه. برای از این که خاطراتی از وطن خود نداره. هر قدر کتاب بخونه او درک نمیکنه که وطن در کجاست. او درک نمیکنه که روح وطن در کجاست. روح وطن یعنی در وطن دار. من یک وقت مرتکب یک شعر شده بودم که بر خداوند گفته بودم عجب زیبا سخن را آفریدی، وزان بهتر وطن را آفریدی، ولی شهکار شعرت گشت کامل در آن روزی که زن را آفریدی. اما حال عقیده ندارم، حال هنوزم عقیده دارم که بزرگواری خداوند به خاطر ای هست که سخن آفریده و خودش قسم خورده در قرآن که نون و القلم، قسم به خامه، قسم به قلم و قسم به وطن که مقدسترین است. و وطن یعنی وطندار، وطن یعنی خاطرات ما. و ای کاش این خاطرات مخشوش نمی گذاشتن. کشوری که در اونجی 17 میلیارد دلار تنها پنتاگون مصرف کرده، 45 کشور جهان آمدن و نتونستن بسازن. اما یک این کشور یک روزی با فقر ساخته شده بود. ما و شما در همون رادیوی محقر، در همون افغان فیلم کار میکردیم با صمیمیت در کنار هم. ولی من وقتی در رادیو در سال 2000 رفتم، او رادیو نبود. رادیو بود، آدم ها نبودن. آدم هایی که اونا رو میشناختیم، با اونا صمیمیت میکردیم. مولانا بزرگ میگه که این وطن مصر و عراق و شام نیست. این وطن جایی است که آن را نام نیست.
وطن مصر و عراق و شام و افغانستان نیست. وطن جاییست که روابط ما را انعکاس میده. مولانا در یک شعر خود میگه که گفت معشوقی به عاشق کیفتا، تو به غربت بودی بعد سالها، پس کدامین شهر زانها بهتر است؟ گفت آن شهری که در وی دلبر است، شهری که دوست آدم است، محبوب آدم است، هم انسان ها هستند. از این لحاظ برای ما هم این کشورها وطن دوم است. بر من دستور دادن که درباره تاثیر رادیو میفهمم دوستان بسیار هستند که منجی این صحبت بکنم. این مسئله تاثیر رادیو بر افکار و اینا تاثیر بسیار زیادی هست. امروز 245 رادیو در افغانستان وجود داره، اما او تأثیری که باید داشته باشه، تأثیری که یک رادیوی تنهایی داشت و مردم میششتن و گوش میکردن که زمزمه های شبانگام بشنون، که صدای عبدالله شادان بشنون، که صدای فرید انوری بشنون، که صدای انیس لطیف بشنون. میخواستن که داستانهای شبانه رو بشنون، داستانهای دنباله داره، و با این داستانها با این رویاها خواب میشدن. به هر حال یک کاری که به نظر من چیز مهمی هست است که یکی از کسا در آلمان، خوب دوستای از کشورهای مختلف به این طرح رسیدن که باید دوستان رادیو تلویزیون و دوستان افغان فیلم با هم گرد بکنن. ما با شما دو تا وجه مشترک داریم. یک وجه مشترک این هست که هموطن هستیم، از یک جغرافیا بیرون شدیم. وجه مشترک دوم ایست که ما همکار هستیم، ما اعضای یک خانواده کاری هستیم، در یک خانواده کار میکردیم روزان و شبان، در روزهای خوب، در روزهای بد، در روزهای تهدید، در روزهایی که از همه جا تهدید میشدیم، اما کار میکردیم با محبت تا نیم شب. از این لحاظ من فکر میکنم که باید از کسانی که طرح این برنامه را ریختن که باید دوستان و همکاران رادیو تلویزیون و افغان فیلم را جمع کرد، طرح بسیار خوبی هست. امیدوار هستم که گسترش پیدا بکنه. دیروز من به کمیته تدارک گفتم که دوستان کوشش کنین که با وسعت بیشتر، با گسترش بیشتری کار انجام بدین. مثلا نشانی داشته باشین، مثلا فیسبوکی داشته باشین، و تا اونجی تا معلوم شوه که این دوستان افغان فیلم، دوستان رادیو و تلویزیون چی کارهایی کردن در این زمان. عبدالله شادان مثلا 1000 سال شعر رادیو، شعر زبان فارسی دری را خونده، مثلا هارون یوسفی قدر طنز نوشته، مثلا فران دوست مهندس و تکنیکر ما این کارها کرده، فران فیلمبردار ما این کارها کرده، و اینها باید جمع شود. و امیدوار هستم پیشنهاد ما مورد قبول از اینا واقع شود، و امیدوار هستم که زنده بمانیم و بار دیگر این شب تکرار بکنیم. گر بماندیم زنده بردوزیم جامعه که از فراق چاک شده، ور بمردیم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شده.